دروازه‌بان جدید منچستر یونایتد. زیکونا وایسادن تا وارد زمین بشن. زیبایی هرچه تمام. اون بالا به اون تابلو هم لیورپول دست می‌زد. کای هاورتز یه شوت که تیرک دروازه دوباره. برونو فرناندز میره برای اولین پنالتی. چه استرسی دارم که توه دروازه. برونو فرناندز. 5 تا از بهترین بازیکن‌های هفته از تیم ما هستند که واقعاً گاد این اتفاق بیفته. یو گایز چطور بچه‌ها؟ منو میرزا هستم و اینجا کانال امید ایکس‌تر. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با پارت 5 کریر نجات منچستر یونایتد که چه کریر جذابی هم شده. ولی هنوز ما نجات ندادیم تیمو. نجاتی در کار نبوده. اگه داری چهره من نام کنی ناموسن هر کی رو دوست داری. کاری برات نداره. یه لایک ویدیو رو بزن. بعد بیا ادامه ویدیو ناکو سابسکرایب بزن و زنگوله گوشش رو حالت آل بزن. اینجا برای پالمر اومده که پست جدیدش رو ما فعال بکنیم. اینجا پالمر گفته بودیم آر دبلیو بشه که آر دبلیو هم شد. حالا من اینجا میام بهش یه چیزی میخوام بگم اینساید فوروارد بشه که به نظر من خیلی میتونه جذاب ترم باشه. دیگه ما اینجا کسی دیگر رو نداریم و اینجا این پایین بازیکن دیگه هم بود که یورو بهمون پیام داده و با همون حرف زده. خب خودتونم یه میدونید دیگه ما دروازه‌بانمون رو فروختیم میزنیم جلو. فکر کنم دیگه به تازگی دیگه نیم فصل هم شروع بشه دیگه. خب بله همین الان داریم میبینیم که اونانا خدافزی کرد. توی نظرسنجی گذاشته بودم بین دخیا و مارتینز آرژانتینی که خیلیاتون میشناسیدش، مارتینز رو شما انتخاب کردید. من حالا اینجا مارتینز رو میرم باز تیم استون ویلا پیدا بکنم و بخریمش با هم. اینم مارتینز که قیمت خوبی هم داره، یعنی هم اوورالش خوبه، هم سنش خوبه، هم قیمتش خوبه. بریم سراغ خریدش که از 40 خورده‌ای بعد شروع کنیم که باهاش مذاکره بکنیم که من از 43 میخوام شروع بکنم با این بازیکن مذاکره بکنم که میگه گارناچو رو بده. داداش خب گارناچو رو دیگه ببرید. دیگه ما چی داریم ما؟ 45 و 400 قبول کن بریم دیگه. واقعا میگه 55 و 400 با اون قبول میکنیم دیگه چون خیلی الان حساسه و ممکنه بزنه و بره کنه. 55 و 400 مارتینز رو خریدیم. حالا بریم با خود مارتینز هم مذاکره داشته باشیم که بیاریمش منچستر یونایتد رو بتره کنیم. ما میخوایم با این دروازه‌بان ببینیم فرقی دارن یا نه، که به نظر من خیلی فرق دارن. یکی از بهترین دروازه‌بان‌های جهان الان در حال حاضر مارتینز. همه چی برده این دروازه‌بان دیگه. اینم یکی از دروازه‌بانایی که واقعا تو کارنامه‌اش همه جور جامی رو می‌بینه که با آرژانتین برده دی. با استون ویلا من ندیدم، با تیم‌های باشگاهی ندیدم تا الان قهرمان بشه، فقط با تیم ملی آرژانتین که خیلی خودتون دیدید داستان مارتینز رو میدونید دیگه. اصلا نیاز نیست من بگم 150 تا هم بهش حقوق میدیم. و اینم از مارتینز دروازه‌بان جدید منچستر یونایتد. مارتینز وارد باشگاه منچستر یونایتد میشه و اینجا تک تک میبه بازیکن ها دست میده. اینجا هم که مک آلیسر اومده اینجا. خب میره برای تستای پزشکی. اینجا داره ببین تیکار میزنه که ببینیم آمادگی داره. اینجا برونو فرناندز و مک آلیسر رو داریم برای خوش آمدگویی به مارتینز. بله اینجا چهره این بازیکنم میبینیم. شام خوب شماره 12 رو بهش دادن و چقدر قشنگ توی این لباس. بحبه به مارتینز شماره 12 این تیم و بازیکن جدید. یعنی میخواد چیکار بکنیم؟ دروازه رو امن و امان نگه میداره یا نه؟ دیویس هم داریم. جانم چه چرکیبی بسازم من الان براتون. اینجا ما الان به جای این بازیکن دیویس رو میاریم و به جای دروازه‌بان دیگه خودتون میدونید دیگه مارتینز 87. فعلا لوکاس هرناندز خوب بازی کرده و فعلا میذاریم تو ترکیبمون باشه. زیرکزی هم خوب بازی کرده. گارناچو هم به نظر من خوب بازی کرده و نمیشه از این بازیکن‌ها واقعا ایراد خاصی رو گرفت. اینجا یه سوم هم میزنم. بریم گارناچو قرار بود پستش عوض بشه، عوض شد یا نه؟ من خیلی این برام مهمه. گارناچو کو؟ اینجا گارناچو رو داریم میبینید. دلو پلن رو من وا بکنم. خب 3 هفته دیگه اینم میشه CAM و قشنگ میتونه پشت مهاجم بازی بکنه. خودتون میدونید حساسیت بازی لیورپول رو. 3 جدول ما 13 جدولیم، یعنی خیلی کار داره. بریم اول آنالیز کنیم تیمشون رو. خب داریم میبینیم که تیم یه جوری همون تیمای خود واقعی، یعنی بازیکن زیادی نخرید، 2-3 تا بازیکن کلا عوض شده. خب تیکی تاکا بازی میکنه، بعد رابیوت و رابرتسون هم کلیدی های دفاعشن و سلاح و سلام اتکینگشن و اذیت خوبی هم نداشته. بازی آخرش رو باخته تو لیگ، یعنی ما میتونیم زخدارش بکنیم. بریم اینجا برای دوتا بازیکنمون پیشنهاد اومده که برای یورو، که یورو 37 خورده ای اومده، که یورو رو من میرزنم من نگهر داریم. یعنی بازیکنی نیست که
بفروشیمش اینجا این بازیکن رو، ولی من اینم 18 سالشه بازیکن آینده داری هست. بریم سراغ این بازی لیورپول که ببینیم میتونیم لیورپول رو ببریم یا نه. با همین ترکیب جدید و دیویس و مارتینز دروازه‌بان هم اضافه بشه فیلد رو می‌بینیم. پنجگاهی که واقعا اتفاقات تاریخی توش افتاده، اصلا نمیشه بهتون توضیح بدم، خودتون میدونید چه کارا کردن این لیورپول تو این ورشگاه. یکی و این لباس زیبا اینجا هم دیویس، آلفونسو دیویس رو دیدیم یه لحظه که به زیبایی وارد بازی میشن. خب اینجا هم یه نمایی از ورزشگاه آنفیلد رو داریم میبینیم، ورزشگاهی که واقعا خوبه. لیورپول منچستر یونایتد، به به، هفته 20 لیگ پریمیر لیگ. اینجا شعر زیبای این تیم رو دارم میخونم. بله اینجا هم که دیگه خودتون دارید میبینید آنفیلد، بازیکن‌ها وایسادن تا وارد زمین بشن به زیبایی هرچه تمام. اون بالا به اون تابلو هم لیورپول دست می‌زنه، اینش خیلی چیزه حق و باحالیه دیدی خودتون میدونید دیگه داستان اون بالا رو. خوش اومدید به این بازی، بازی همین لحظه توی ورشگاه آنفیلد لیورپول برگزار داره میشه. ببینیم چه تیمی برنده این بازی میتونه باشه و همه رو خوشحال کنیم. اگه بتونیم لیورپول سوم جدول رو ببریم واقعا امید زیادی داریم به ادامه راه در این کریر. سطح بازی هم لژندری، اینو من دوباره دارم میگم، عالی هم میشه. اینجا یه حمله که میگیرن مزروی، این ضربه هم میگیره پالمر، میده به گارناچو، گارناچو بغل خودش اونجا سانچو رو داره، دیویس میده به برونو فرناندز، دیویس اینجا یه پاسکاری شک گرفته، دیویس اینجا میخواست فرار کنه که پاس بهش نرسید، محمد صلاح اینجا دیگه تکل مناسب، دیویس پاس میده به اون ور، مزروی میده پالمر، ببینیم پالمر چی کار میکنه، فعلا که به خوبی رد کرده پالمر، پالمر یه بغل پا بزن زیریکسی برگش رو توه دروازه، زیریکسی گل اول به منچستر، میگم گل اول به منچستر، گل اول به لیورپول میزنه. اینجا رخگنمون رو داری میبینی، پالمر یه بغل پاس، پالمر آلیسون بکرم درون دروازه نیست و سوت نیمه اولم میخوره. چقدر بازی جذابی بود و موقعیت‌ها دست ما بود، دیگه تیم حریف کار خاصی نتونست بکنه. زیرکسی بعد بازی رو شروع کنه، همین لحظه بازی شروع شد. فرناندز میده به دیویس، اینجا میتونه یه اشتباه صورت بگیره که این اشتباه رو برونو فرناندز انجام میده که برخورد میکنه به دلیخ. مارتینز هنوز شوتی تو چارچوب نزدن که بفهمه طول بازیش یا نه. قاکبو یه دونه میزنه فنداک، اینجا میاد جیتا، جوتا جیتا کیه و به خوبی دو پا در میارن، یعنی کاری خوب داره انجام میشه. یه پاس برای محمد صلاح که میدنه تو دروازه، خوردیم بالاخره. باید دفاع خوبی رو انجام بدیم. جوتا ببینیم دلیخ میتونه بگه که اینجا مارتینز واکنشش رو میده. آخرین موقعیت این بازی و این بازی هم حتی یک یک کردیم، یعنی اصلا وضعیت هنوز درست نشده برای تیم. میذاره برای داوید نونیز، جلو پای داوید نونیز، ولی گل نخوریم که اینجا بعد دور بکنن، یا ابوالفضل نخوریم که به 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 لوکاس هرناندز. ببین واقعا این آخر سری دو تا موقعیت خوب داشتیم حریف، یعنی اون دوتا میرفت تو دروازه باخته بودیم، ولی یه دونش مارتینز جام که یه دونش هم که لوکاس هرناندز جلوش وایساد که واقعا خوبه. راضی ام با سوم جدول مساوی بکنیم با این وضعیت تیم، عالیه. رسیدیم به بازی های چی اینجا پلی رولز لوکاس هرناندز هم هست که من اینجا اینو من فعالش کنم، اپلای میکنم که دمش هم گرم، بازیکن خوبیه. برای دیویس هم که فول بک رو براش میزنیم که دمش هم گرم. اینجا بریم اسکواد و من به این بازیکنه که تازه خریدیم کاراشون رو بگم. سانچو هم بعد ببین تغییر پست براش بدیم، این سایت فوروارد نه، اینجا میخوام برای گوشه بازی بکنه. بریم برای بازی کاراباوکاپ که میریم برای کویکسیمش که امیدوارم بتونیم این بازی رو هم ببریم. یه نما که وارد این بازی بشیم کویکسیم هم میزنم، امیدوارم که یه سه امتیاز که نه بریم مرحله بعدی که باختیم. بله بهترین تیم اروپا رو داریم میبینیم، بعد تیمو امتحان کنیم دیگه، ببینیم کی بهتره. کای هاورتس رو بیار تو، گارناچو هم که همونجا باشه دیگه، من اینجا تیم ببریم دیگه، تیمی نیست که واقعا من برم برای انجام کاری. اینجا برای کوبی مینو هم براش اومده که 19 ساله است، من نمیتونم این بازیکن بفروشم، واقعا ارزش داره این بازیکن. مچ دی و من میزنم و بریم برای کویکسیم این بازیکن، امیدوارم این بازی رو ببریم که این بازی رو 2-1 بردیم. گارناچو و مزروی برامون گلن، چه عجب، ما اینو با زور، اینم با زور بردیم اگه دقت کرده باشید. او پالمر مصدوم شد، وای من پالمر مصدوم شد و
بعد مارکوس رشفورد رو فعلا جایگزینش بذاریم دیگه، مجبوریم دیگه، پالمر مصدومه، بعد این بازیکن‌ها بیان دیگه، اینجا یه بازیکن ما داخل داشته باشیم. اینجا یه سم میزنم و بریم. خب گارناچو پست جدیدش هم تعیین شد که من اینجا اپلای میکنم که خیلی راحتم اپلای شد و اینجا هم بریم برای پست جدیدش که اینجا من بهش میگم توی روی پاسکاری که نه همون فینیشینگ کار کنه به نظر من بهتر میشه وضعیتش. و اینجا فقط یه دونه سانچو مونده که هنوز پست خودش رو نداره. دهم جدول ما، چندم جدولی من ندیدم. برای بازی ساوثهمپتون که داریم میبینیم که اینجا مزروی هم بهترین بازیکن زمین شده توی بازی امارات اف ای کاپ که دمش هم میگم بازیکن خوبیه و واقعا راضیم من مزروی، کس تنها کسی که واقعا تو تیم میشه ازش راضی بوش. کویکسیم این بازی رو هم میذارم که امیدوارم ببریم که 1-1 شد. کای هاورتس گل زد 1-1. چرا داریم همش مساوی؟ برد دیدید شما واقعا توی پریمیر لیگ دیدید ما ببریم؟ من که ندیدم، شما دیدید، دمتون گرم. خواب شد سانچو که اینجا من میزنم براشو، بریم برای دبلیوش که من اینجا بهترینش 17 وینگ پلیر، نه وینگر میخوام بازی کنه اصلا. آره به نظر من بهترین کارم همینه. بریم وارد اسکواد بشیم دیگه، این بازیکن‌ها دیگه فکر کنم پستشون درست شد دیگه. هاورس میذاریم اینجا، مارکوس اشوف که اصلا نداره اینجا به نظر من جاش نیست. اینجا گارناچو هم که براش اینو میذاریم، مکالیستر اینا هم درسته. بریم و دیگه بعد وایسیم دیگه، اینا بره بالا دیگه، روزشون بره پلاسش بالا، مثلا پلاس پلاس بشه، بعدش پلاس بشه. قبلش که بریم من با کای هاورس هم بیام این پایین و دیولپ پلنش رو نگاه بکنیم. ما اینجا به تارگر اتک، ببین تارگر فوروارد بعد بگیم که 75 اصلا هیچ آمار خوبی نداشته کای هاورس و ضعیف داره کار میکنه. رقیب بازی برایتون که این بازی رو من میزنم کویکسیم بشه، امیدوارم که بتونه ببره به خاطر اینکه پالمر رو نداریم. پالمر خیلی مهره اصلی تیممون بود. کویکسیم رو من میزنم که یه سه امتیاز که 4-2 بردیم. سانچو و دلیخ، کای هاورس و هاورس، دبل هاورز رو داشتیم ما. کای هاورس دمش گرم، یه دبل ما ازش دیدیم ما، خیلی وقت بود هیچ بازیکنیم رو اینطوری نایده بودیم. خورسی به بازی های لیگ قهرمانان، نه که لیگ اروپا رسیدیم که اینجا داریم میبینیم که کای هاورس بهترین بازیکن زمینم شده، بهترین بازیکن زمین بازی قبلی که دمش هم گرم، واقعا بازیکن خوبیه و داریم کم کم روش کار میکنیم. 90 نمی، آها اینجا یه استاد 90 داریم، اینو اضافه میکنیم دیگه. استاد 88 داریم، اینو اضافه میکنیم دیگه. پایینتر یه 94 دیگه هم داریم که اینم اضافه میکنیم. این الان استعداد دیگه من نمیبینم دیگه، 84 به نظر من پتانسیل خوبی نیست اگه میخوام استعداد باشه. این بازیکنای هفته هم داشتیم اینجا میدیدیم من اخبار اگه بیارم. بله کای هاورس بازیکنی از ماهی که دلیخت هم حتی بوده، دو تا بازیکن ما برای اولین بار با هم بهترین بازیکنای هفته پریمیر لیگ شدن که دمشون هم گرم. بریم برای مچ دی که این بازی رو هم میریم برای کویکسیمش که امیدوارم ببریم. کویکسیم این بازی رو من میزنم که 1-0 بردی. دیویس آیفونس و دیویس و تگ گل این بازیکن، ما این بازی رو بردیم و تمام، یه سه امتیاز مشتی زدیم به جیب. خورسیم بازی فولام که میتونه بازی سختی باشه، میتونه بازی راحتی باشه، ولی اگه سه امتیاز بگیریم خیلی بیشتر به میچسبه. منچستر یونایتد فولام 14 با 11 جدول میخواد بازی بکنه. اینجا من کویکسیمو میذارم که امیدوارم یه امتیازی بگیریم که 4-0 بردیم. تیم داره آتیشی بازی میکنه دیگه. رشفورد، مک آلیستر، سانچو و کای هاورس دوباره برامون گل زدن که همه این 4 تا بازیکن واقعا دارن توپ میرن بالا. خیلی داره حال میده. اینجا رولز سانچو هم رفت بالا، انقدر خوب بازی کرد، وینگرش رفت بالا که من اینجا کانفیرم میکنم پلاس گرفت، یعنی میتونه توی اون پست توی وینگ خوب بازی بکنه که اینجا هم داریم میبینیم که نقل انتقالاتو بهترین بازیکن هفته رو من دوباره ببینم که تیمای از تیم ما خیلی بازیکن داشتیم. اینجا من اگه بیام، هر که ما بیایم اینجا بود دیگه، خودتونم دیدید. بله اینجا بهترین بازیکنای هفته پریمیر لیگو دوباره ببینیم که سانچو، مک آلیستر، لوکاس هرناندز از تیم ما هستن که دم واقعا چند تا بازیکنم گرم. بریم سراغ این بازی که با 34 جدول میخوایم بازی بکنیم توی لیگ اروپا. کویکسیم هم میذارم که امیدوارم که سه امتیاز بگیریم که بله 1-0 باز بردیم با گل تگ گل کای هاورس. واقعا خوشحالم که داریم با همین یک گلا داریم میزنیم. ببین اول پارت بد شروع شد ولی الان داره کم کم خوب میشه. رافینیو رفته نیوکاسل. اینجا پلیر رورز دلیخت هم فعال شده و اوورالش هم حتی یه دونه رفته روش که من اینجا اینو میزنم و اینو کانفیرمش میکنم که دمش هم گرم. مری هم رفته اتریکو و اینجا هم پایان نقل انتقالات نیم فصل شد و میریم برای دیگه فصل آخر فصل یه ببینیم چیکار میکنیم دیگه. با کریستال پلاس هم بازی داریم که دهم جدول با 11 جدول بازی داره اگه اشتباه نکنم. بله بریم برای مچ دی که امیدوارم بتونیم اینجا امتیاز از دست ندیم دیگه. ببین تا الان داشتیم عالی میمدیم جلو،
اینجا من یک کویکسیمو میزنم که ببینید چند میشه که 3-1 بردیم. رشورد، دیویس و برونو فرناندز برامون گل دادن که اصلا شوت و پوزیشن هم دست ما بوده، یعنی هیچ برابری با ما نداشت، ما هم بهتر از اونا بازی کردیم. من ما اینجا زده 6 هفته دیگه پالمر برمیگرده به تیم، که 6 هفته هم واقعا خیلی زیاده، یعنی 6 تا بازی اینجا دوباره از بریم برای گیم پلیش که 2-1 هم عقبیم، یعنی از 2-1 عقبیم ما میخوایم بریم بازی کنیم که ببریم میریم فکر کنم فینال، سمی فینال چه کجا میشد، نیمه نهایی میشد، یادم نیست دقیق، در باشگاه اورتون برگزار میشه. کای هاورتز، همه تیم آمادن، واقعا تیم به صورت آماده وارد این بازی شده، همه بازی های خودشو اخیر رو برده. دیویس دخالت میکنه ولی پاس میرسه یه شوت که مارتینه، سانچو یه پاس میده برای کای هاورتز، کای هاورتز اینجا میندازش، اینجا میتونست خطا رو بگیر که بازم میرسه به سانچو، اینجا سانچو یه بغل پا میزنه که دروازه رو واقعا میتونستیم به گل برسیم توی این بازی. اینجا چهره مربی هم داریم میبینیم که واقعا از تیم ناراضیه. به 47 بازی و تمام، سوت نیمه اول میخوره، بازی که دست ما بود دیگه، تو که ما دیدیم ما هم بیشتر شوت زدیم هم بیشتر موقعیت سازی کردیم و اینجا ببینیم کی رو ما میتونیم بیاریم جایگزین بکنیم که دیویس اینجا یه پاس میده به کای هاورتز، کای هاورتز، کای هاورتز یه شوت که تیرک دروازه، دوباره تیرک دروازه همیشه یار ما میمونه، خواهد ما نکنید آقای دلیر، یه شوت که چه گلی، یا خدای من چه گلی خوردیم از این بازیکن. سانچو میشوته که بازم دروازه ما، این دروازه‌بانشون کیه؟ دروازه‌بان انگلیسه دیگه، میگم چرا اینقدر خوب داره بازی میکنه. سانچو میزنه که بازم میگیره، دیدید؟ دیدید همه رو داره میگیره، اصلا نمیذاره ما بازی بکنیم. از سوت پایان دروازه‌بان خوبی داشتن، من هر چی زدم گرفت، واقعا خودتون میتونید ببینید ما خیلی موقعیت شوت داشتیم، 12 تا من شوت زدم، اونا کلا 3 تا زدن، این 12 تاش من خیلی دوستام میرم چند درصد ما میتونیم گل بزنیم، بعد زده ما نزدیک 3 تا گل به هم میزدیم، یعنی دیگه از این بازی من نمیتونم به شما نشون بدم که من واقعا زحمت کشیدم برای این بازی. بریم سراغ این بازی که امیدوارم با کویکسیمی بازی رو ببریم دیگه، من دیگه هرچی تلاش میکنم دارم تلاشمو میکنم، پالمرم نیست، کویکسیم این بازی رو میزنم ببینیم مرحله بعد میریم که 2-1 بردیم. رشفورد و سانچو برامون گل زدن که دم دوتاشون، ببین دست بوس دوتاشون، رشفورد هم خوب داره گل میزنه ولی بازیکنی که نه سرعت داره نه چیزی دیگه، بهتون چطور توضیح بدم دیگه، اینجا 4 روز یه بازی داریم. زبر چی اینقدر سری رسیدیم؟ آها رفت، ببین ما توی جدول 15ام شدیم، بعد اونطور که خودتون میدونید تا 8ام جدول مستقیم میرم بالا و ما هم رفتیم پلی آف با این تیم که امیدوارم این تیمو دیگه ببریم دیگه، یعنی بازی پلی آف با این تیمه که امیدوارم ببریم که میره سراغ گیم پلیشون، که بریم سراغ گیم پلی این بازیه که دوتاش هم مهمه، دو یه بازی رفت داریم یه بازی برگشت باش داریم که ببینیم کی سود میکنه به مرحله بعدی. و خیلی خوب شد ما اون گزینه رو فعال کردیم، ناخو استامیناشون خوبه، همیشه همه چیزشون خوبه، فقط استامیناشون بعد بازی ذره میاد پایین. بریم سراغ گیم پلی این بازی که دوتا گیم پلی پشت سر هم داریم که فکر نکنم دیگه تیم سختی باشه، اینجا هم رختکن تیم حریف که به صورت زنده داریم نگاه میکنیم ببینیم چی کار میکنه این تیم و کی برنده این بازی میشه. همین لحظه بازی شروع میشه، توی زمین اونا هم برگزار میشه، فکر کنم اسم تیم سرخ مو همین چیزیه، فکر کنم ستاره سرخ همچین تیمی اسم تیمش. دوباره میگیره، دوباره سانچو میگیره، اونجا کای هاورتز رو دیده، یه ضربه کای هاورتز توی دروازه، چه گل زیبایی از کای هاورتز، اینجا میگیره برای خوشحالی گل جذاب خودش با گارناچو داشتن، اینجا کای هاورتز ببینید چیکار میکنه، یه پاس برای گارناچو ببینیم چیکار میکنه این بازیکن آرژانتینی. برونو فرناندز یه پاس برای گارناچو که چه شوتی، چه حرکت زیبایی رو داشتیم میدیدیم از تیم قشنگ، و سوت نیمه اولا میخوره، چقدر اونجا باحال میشه گیرش انداختیم. بریم برای نیمه دوم، کای هاورتز، گارناچو، برونو فرناندز، سانچو میده به گارناچو، گارناچو اون گوشه میده به سانچو، دوباره اینجا هم سانچو میده به کای هاورتز، فعلا که آفسایدش گرفته نشده، کای هاورتز میزنه توی دروازه، جبل کای هاورتز رو داریم توی این بازی. کای هاورتز تو ذهنش چی میگذره، یه شوت که دروازه‌بان حریف به خوبی این توپو جمع میکنه، مک آلیستر میده به کای هاورتز، یه ضربه نزدیک میشه، اینجا سانچو یه ضربه که سوت پایان هم میخوره، 2-3 فوردی بازی رفت. و بریم حالا سراغ بازی برگشت که اونم باز میره برای گیم پلی، این بازی رو من ریسک نمیخوام بکنم و همه رو میرم برای گیم پلی چون امکانش داره که یه بازی رو ببازیم و بد بشه برای تیم. میشکافه این بازی ها، اون نهم جدول ما دهم جدولی، بریم برای گیم پلی این بازی و بعدش هم میریم سراغ گیم پلی های دیگه. همین لحظه شروع میشه، تا
تاتنهام منچستر یونایتد در ورزشگاه تاتنهام هم برگزار میشه. گرفتن جاگیری رو انجام دادن. اینجا آرسنال میبینه که صدر جدول رو داره، منچستر سیتی، لیورپول و استون ویلا هم پشت سرش هستن. دلیخت خطا نبود، خطا نبود. الان پنالتی گرفت. به این راحتی پنالتی ما دادیم به این تیم. سون هونگ میگ میزنه که مارتینز، پنالتی گیره. کی بودی تو پسر؟ مارتینز تیمو نجات میده از گل خوردن. با رسید به خود سون، اینجا یه حرکت و بازیکنها که تیرک دروازه، خدا رو شکر یه بار تیرک به کمک ما هم اومد، خدا رو شکره. به هدو میزنه که هیچکی فعلا نزده بازیکنه ما، نه بازیکنه حریف. سوت نیمه اولا میخوره، نیمه خوبی بود و خوش گذشت دیگه. و اینجا اولین کاری که من میکنم رشفورد رو میکشم بیرون و این بازیکن رو من میخوام بازی بده. اصلا این بازیکن استعداد آوردیم چیکار؟ یه بازی بعد بهش برسه پسر جان. یه پاس برای کای هاورتس. کای هاورتس چه بابن چه بی چی دارم میگم، قاطی کردم انقدر قشنگ بود. برونو فرناندز میره برای این کورنر. دلی در سان این دروازه‌بان خیلی راحت قرار میگیره. بازیکن استعداد، یعنی چی کار میکنه؟ از استعدادیابیمون آوردیم. یه پاس برای کای هاورتس، نزدیک بود اولی لمسه توپ این بازیکن 16 ساله تبدیل به گل تیم بشه. دیگه واقعا تلاش خودمو کردم برای این بازی که اینجا اگه گل هم نخوریم همین الان ممکنه یه گل بهمون بزنه. و سوت پایان 0-0 مساوی، واقعا حال داد. کنه استعداد 90 داریم که دوتاشون رو وارد تیم میکنم، یه 85 که اینا رو نبلش کن. ببین بریم برای این بازی که این بازی رو من میخوام برم برای هایلایتش، یعنی این بازی که ما دو هیچ جلوییم و دیگه گیم پلی به نظر من لازم نیست و میریم برای اتکین هایلایتش ببینیم چی کار میکنیم با این تیم. لس گو. خوش اومدید به این بازی اتکین هایلایت، بازی رفت، بازی برگشت، این بازی که معلوم میکنه ما میریم مرحله بعد یا نه. یکیچ به نفع اوناست و بازی الان 2-1. یه سولو ران برای سانچو به دست اومده که اینجا میتونه کای هاورتس رو راه بندازه. همین کارم میکنه کای هاورتس. یه دونه اینطوری میزنه که برگشت سانچو توی دروازه. سانچو به گل میرسه این بازی. خوشحالی رختکن و تماشاگران رو داریم میبینی. سولو راند و در واقع اگه این گل بشه 4-1 میشه. چه سولو راند خوبی هم هست، اون وقت سانچو رو داره که بهش پاس بده که همین کارم میکنه. سانچو هم میده به کای هاورتس. هاورتس، کای هاورتس یه ضربه که توی دروازه. 4-1 میشه این بازی. چون میره یه خوشحالی گل زیباش هم انجام میده و اینجا مربی رو ما امیدرضا چقدر خوشحاله. نرسید و ببین چند چنده. 3-2. ببین الان 4-3 به نفع ماه. چقدر داره تیم گل میزنه به ما، اینش خیلی برام عجیبه. چی کار میکنه؟ اینجا ازش میگیره، امیدوارم که مساوی نشده باشه. چند چی شد؟ مساوی شد واقعا؟ مساوی شد رفت پنالتی ها، یا خدای من مساوی شد رفته پنالتی. اینجا برونو فرناندز میره برای اولین پنالتی. چه استرسی دارم که توه دروازه برونو فرناندز. اینجا مارتینز بعد خودش رو تو پنالتی ها نشون میده که نشونم میده. مک آلیستر ببینیم گل میشه که نه چطور این بازیکن این شکلیه. اینجا باز میزنه که گل، گل خوردی. اینجا مارکوس رشفورد همه چی مساویه، این ضربه رو میزنه که توه دروازه، توه دروازه. چه بازیکن حریف میزنه که بازم مارتینز میگیره. اینجا کای هاورتس میره برای این ضربه که میزنه که توه دروازه و تمام شد. نه آخرین ضربه است. اگه گل نکنه ما بردی. مارتینز که گلم کرد. خب اینو ما بزنیم تمامه، اینو ما گل کنیم تمومه. سانچو ببینم چی کار میکنی پسر. میره برای این ضربه که میگیره، وای اینو بگیره تمومه. مارتینز میزنه که نه همه چی مساوی شد، یا خدای من. میریم برای این پنالتی، امیدوارم که نگیره اینو که اینم توی دروازه. اینو بگیریم تمومه. مارتینز تو رو خدا بگیر تموم شه این بازی. مارتینز ببین چی کار میکنه که میگیره تمام. منچستر یونایتد میره به مرحله بعدی لیگ اروپا. این مرحله یعنی پلی آف و برنده شدی. خیلی خوب و عالی. اینجا واکنش مارتینز رو داریم. اونانا بود الان باخته بودی. واقعا به خوبی جمع میکنه این موقعیت ها رو و تمام. اینم بازی بردیم، بازی 4-4 مساوی شد. یعنی اصلا یه بازی افتضاح خشن و چطوری به تو دوزم خیلی خفن شدش واقعا بازیش. دمش گرم. آنچو رو میبینیم که همه آمارش رو زده، 6 پاس در 10 مچ و
و خوبه، دمش گرم، بازیکن خوبیه و کار اومده دیگه. بریم سراغ اورتون منچستر یونایتد که بازی برگشتمونم است. امیدوارم که بتونیم با کویکسیم ببریم این بازی رو. من میرم برای کویکسیمش که امیدوارم یه امتیاز بگیریم، که 4-0 بردیم. مک آلیستر، سانچو و سانچو دبل کرد، یا خدای من سانچو فکر کنم الان بهترین بازیکن ماه هم حتی بشه اگه اشتباه نگم، که اینجا مارتینز خودش یه پستی رو اونجا گذاشته بود. مارتینز چه پستی گذاشته بود؟ آها اینجا خود مارتینز آمار خودش رو نشون داده که پلی رورز بازی گارناچو که اومد اوورولش هم بالا. این بازیکن هفته رو هم یه بار اینجا نشون داد که من بیام پایین ببینیم. بله 5 تا از بهترین بازیکن هفته از تیم ما ان که واقعا گاد این اتفاق بیفته. کم کم داره تیممون درست میشه. بریم برای آخرین بازی این پارت که کویکسیمو من میزنم که 4-1 بردیم. همه رو داریم پرگل میبریم. رشفورد، کای هاورتز، سانچو دوباره دبل کرده. ببین سانچو یه دفعه زد بالا، اصلا یه بازیکن خفنی شده که هیچکی ازش خبر نداره. رسیدیم به بازی امارات اف ای کاپ. این کاری که من میکنم جدول رو میبینی. ببین اینجا که امارات اف ای کاپه که رسیدیم به این مرحله که داریم با هم میبینیم. پرمیر لیگ رو به هم ببینیم، هفتم جدول رو داریم. یعنی ببین یه ذره دیگه بریم بالا فکر کنم کنفرانس و اروپا رو راحت میتونیم بگیری. یه قهرمانان هم یه بررسی بکنیم که پلی آفش هم برگزار شد و این تیم‌ها اومدن بالا. ببینم مرحله بعدی توی لیگ اروپا به کجا خوردیم؟ به فرانباغچه خوردیم که تیم خوبی هم میتونه باشه دیگه. اینجا که داریم میبینید دیگه کلا چند تا 16 تا تیم اومده بالا که با هم بازی میکنن. راند آفت 16 برگزار میشه. اینم از جدولا که با هم دیدیم. بهترین بازیکن پرمیر لیگ هم داریم میبینید که الیگ هالند با 16 گل، ساکا با 16 تا. و از تیم ما کسی هست اصلا؟ از تیم ما نیست واقعا. حتی یه نفر برونو فرناندز داریم، سانچو هم داریم. توی پاسا چی؟ توی پاسا سانچو 7 گل هست که دیدین روینه. کلین شیت هم که مارتینز بهترین کلین شیت رو داره. چقدر ایناش باحاله و میتونی قشنگ ببینی. توی اروپا ببینیم کی رو داریم. توی مثلا بهترین گل زن ما کسی رو داریم؟ کای هاورتز بعد باشه دیگه، 100 درصد نیست. کای هاورتز 5 تا گل زده که همشون 5 گلند. کای هاورتز چه چند گل بزنه واقعا میاد بالا. بهترین پاسور اینجا هم سانچو. سانچوس تو همه جا پاس گل داده، یعنی هیچ جا نیست پاس گل نشده. آکادمی رام پارت بعدی میایم بهش سر میزنیم. حتماً پارت پنجم هم اینجا به پایان میرسن. بازی تاتنهام منچستر یونایتد تو امارات اف ای کاپ که با هم بازی دارن. اگه داشتی تا اینجای ویدیو نگاه می‌کردی ناموسا هر کی رو دوست داری یه لایک و همین الان بزن تا به من انرژی تو منتقل کنی. سابسکرایب بزن و زنگوله گوشش رو حالت آل بذار تا یه ویدیو دیگه از کانال امید ایکس و یه پارت دیگه از این کریر نجات بدرود. We'll be right back.